سرخط خبرها. به گفته مجلس و دولت بر سر برخورد با معترضان، یک نماینده تهران میگوید نمایندگان از بی‌تفاوتی وزیر کشور شگفت زده شدند. اختلال در زندگی ساکنان استان خوزستان، جاری شدن سیل و آب گرفتگی مدارس و اداره ها را تعطیل کرد. بازداشت فعالان کرد در ایران، شبکه حقوق بشر کردستان میگوید نیروهای امنیتی 3 فعال کرد دیگر را دستگیر کردند. و حمله به گردشگری که از مهمان نوازی ایرانی ها زیاد شنیده بود. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک نماینده مجلس ایران میگوید وزیر کشور در پاسخ به اینکه چرا نیروهای امنیتی به سر معترضان شلیک کردند، گفته به پاهای آنها هم شلیک شده. محمود صادقی به سایت امتداد گفته نمایندگان از بیخیالی وزیر کشور در بیان چنین موضوعی شگفت زده شدند. اعتراضات سراسری در ایران اواخر آبان ماه و در واکنش به گران شدن بنزین شروع شد. عفو بین الملل حالا کشته شدن 304 نفر را در این اعتراض ها تایید کرده، ولی گفته آمار واقعی کشته ها احتمالاً بیشتر است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید که 85% کشته شده ها نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی بودند که از خانواده و اموال خود دفاع میکردند و 15% کشته ها به قول او نیروهای تروریستی بودند. فرزانه روستایی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از استکهلم سوئد به ما پیوسته. خانم روستایی، نماینده ها میگن که شگفت زده شدند از واکنش وزیر کشور در زمانی که او گفته نه فقط به سرشون تیراندازی نشده، به پاهاشون هم تیراندازی شده. آقای وزیر کشور که در واقع سیاست نخوندن متوجه نشدن که یک جمله تاریخی گفتن. در تاریخ معاصر ایران 3-4 تا جمله است خیلی مشهوره، چون روابط قدرت رو خیلی لوح تعریف میکنه. یکی اون آقای ازهاریه که اومد گفت که این صدای مردم نیست، صدا تظاهرات نیست و نواره. دومیش اون در اون فیلم که شاه میاد به اون آقای شیرو میگه که بهش میگن چرا اموال مردم رو خوردیم، میگه خوردیم که خوردیم، مال خودم هم بود خوردیم. و سومیش این آقای رحمانی فضلی که بهش میگن که چرا به سر مردم شلیک کردی، میگه به پاهاشون هم زدیم، در حالی که هم شواهد حاکی از اینه که اکثر کشته شده ها از گردن بالا، تعداد قابل توجه و معنیداری با اصابت گلوله از گردن به بالا کشته شدن و حتی مسئولان کشوری حق شلیک به پای مردم هم ندارن. این پاها متعلق به همون مردمی هست که جمهوری اسلامی رو پایه گذاشتن. قرار نبود در هیچ روزی سرشون یا پاشون هدف قرار بگیره. و از طرفی صحبت‌های آقای لاریجانی هم هست، محمد جواد لاریجانی، که گفته 85% از کشته ها اصولا عملا نیروهای امنیتی بودند. یعنی از همین 304 نفری که اینکه حداقل آمار هست، آماری است که عفو بین الملل داره صحبت ازش میکنه، این تعداد زیادیشون معترض نبودن. واکنش شما به گفته های ایشون چیه؟ این رو نمیشه انکار کرد که کیفیت تظاهرات و اعتراض اخیر مردم با دورانهای قبل متفاوته. یعنی مردم وقتی که با از همون ابتدا با مشت آهنی و با تبر و در با تیربار مواجه شدن، اونها هم حمله میکردن به نیروهای انتظامی که البته هیچ کدومش خوب نیست. اما این واقعا 85% یا تعداد زیادی از کشته شده ها نیروهای انسانی باشن، این دیگه واقعا یک دروغ فاحشه و باید پرسید از اونهایی هم که توی سطح ها پیدا شدن، توی رودخونه ها پیدا شدن، کسی از نیروهای انتظامی بود یا جوانان فقیر و بیکاری بودن که فقط معترض بودن ولی امروز گم شدن. خانم روستایی، واکنش های شما هم اشاره کردید به اینکه این جمله جمله تاریخی هست. واکنش های عجیبی از اون زمان از زمان آبان ماه ما دیدیم، از جمله صحبت‌های رئیس جمهوری که خنده ای می‌کرد و میگفت منم اطلاع نداشتم اینا. فکر می‌کنید بدنه حاکمیت به همین نتیجه گیری که الان داریم می‌بینیم رسیده، یا عقلایی در داخل حضور دارند که هنوز به آنها گوش زد بکنن که چه اتفاقی در جریانه؟ من فکر می‌کنم که به احتمال بسیار زیاد عقلایی وجود نداره. این نحوه برخورد که وزیر کشور میگه که فقط به سر نزدیم، به پا زدیم، یا مثلا میگن که 85% کشته شده نیروی انتظامی، بسیج، سپاه،
اعتقاد شخصی ها بوده، این حاکی از یک فرمول بندی و یک ساختار خطرناکیه که کارشناسان توضیح میدادن اما مسئولین نمیفهمیدن. در نظام هایی که دوچار موازی میشن، دولت های موازی دارن و دوگانه میشن، معمولا هر دولت برای خودش نیروی انتظامی، زندان، بازداشتگاه و کمیته های اعدام و قتل و مشخص خودشونو دارن و اختصاصی خودشون هست و به دلیل اینکه تعداد گروه های بازداشت کننده متعدد، بازداشتگاه ها رجیستر نشدن، ثبت نام نشدن و کسی از تعدادشون اطلاع ندارد در کشور، در چنین کشورهایی مثلا اسپانیا، مثلا در آرژانتین یا یک زمانی در ترکیه، در نتیجه شما میبینید وقتی که یک نفر کشته میشه توضیحی براش نیست. یکی میاد میگه به سرش نزدیم، به پاش زدیم، یکی میاد میگه که 85% نیروهای انتظامی، اما اصل و بنیاد بر اساس این ساخت اشتباه و غلط و بسیار هولناک و خطرناک چندین دولت وجود داره، اما اون بخشی که نظامی هست و ابزار سرکوب و ابزار قدرت رو در دست داره از بقیه هم قدرتمندتره و هم سرکوبگرتر و هم غیر شفافتر و نمیشه اون رو به پاسخ خود کشون. ممنونم از وقتتون فرزان روستایی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از استکهلم. قوه قضاییه ایران به وزارت ورزش در مورد قرارداد بستن با مربیان خارجی تذکر داده. دو پرونده ادامه دار فوتبال ایران همچنان به سرانجام خاصی نرسیدند. آندرو استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقلال که 10 روزی است ایران را ترک کرده، هنوز از تاریخ بازگشتش چیزی نگفته و به رغم مدارک متعددی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معلوم نیست هنوز حقوق خود را دریافت کرده یا نه. آندرو استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقلال از روم به ما پیوسته. آقای استراماچونی، باشگاه استقلال عملاً وبسایتشون یک تصویری رو از یک چک منتشر کردن که بیننده‌های ما هم کم و بیش اون چک رو دیدند. آیا شما اون چک رو دریافت کردید؟ Good evening everyone. عصر همه شما بخیر. متاسفانه و وکیلان من تایید کردن چیزی که ما اصلا ابتدا هم میدونستیم، که متاسفانه به دلیل قوانین اتحادیه اروپا که الان طبیعتا در ایتالیا هم جریان دارن، من قادر نیستم که این چک رو نقد کنم. من تا حدی شگفت زده شدم از اینکه در دقیقه آخر، در وهله آخر، باشگاه چیزی رو که در طول هفته از طریق وکلامون باشون توافق کرده بودیم تغییر داد و تصمیم گرفت که من پول رو به طریق متفاوتی دریافت کنم. روز صبح دوشنبه اونها به من این راه پرداخت رو پیشنهاد کردن، ولی متاسفانه من این چک رو نمیتونم که نقدش کنم. و این معنیش این هست که عملا شما همچنان پول رو دریافت نکردید و اون چه که در رسانه‌های ایران گفته شده که شما امشب قصد داشتید که به تهران برگردید صحت نداره. قبل از هر چیز من پذیرفتم این مصاحبه رو با شما داشته باشم، فقط به خاطر حقیقت و به خاطر طرفدارانم، چون واقعا ناراحت هستم از اینکه قراردادمون رو حدود 10 روز پیش فسخ کردیم به دلیل این مشکلات و به دلیل مشکلاتی که در پرداخت پول وجود داره، و این چیزیه که منو واقعا غمگین میکنه، چون تیم ما در صدر جدول بود و هست و من عاشق استقلال و عاشق طرفدارانم و بازیکنانم هستم و این من رو غمگین میکنه. اما متاسفانه قوانینی وجود دارن و چیزی که ما خواستیم و چیزی که باشگاه به من پیشنهاد کرد، پیشنهادش برای این که یک قرارداد جدید امضا کنم، این بود که اونها قادر خواهند بود که به طریق مستمر و مطابق با قواعد پرداختشون رو انجام بدن. من نمیخوام اظهار نظر کنم، ولی متاسفانه تا اینجا باید بگم که نمیتونم تایید کنم، باید تکذیب کنم که اونها راهی رو پیدا کرده باشن برای اینکه مذاکره انجام بشه. ما از هر دو طرف ماجرا میخواستیم که راه حلی پیدا کنیم، ولی تا اینجا پیدا نشده. تیم شما همچنان در صدر جدول هست و هواداران استقلال خیلی راغب هستند که شما رو برگردونند به کشور. تمام تلاششون رو هم کردند، فشارهای زیادی به مدیریت باشگاه آوردند. فکر
چه راهی وجود داشته باشه که در واقع مسئولان استقلال اون رو انجام نداده باشند؟ First of all, I want that every fans know. قبل از هر چیز میخوام که همه طرفداران من بدونن که من و همکارانم دوست داریم که برگردیم به استقلال، میخوایم که قرارداد جدیدی داشته باشیم بدون هیچ خاصی، قراردادی شبیه قرارداد قبلی، چون هدف ما اینه که فصل رو به پایان برسونیم و با بازیکنانم به بهترین نتیجه ممکن برای طرفداران برسیم. اما از طرف دیگر یک جنبه قانونی وجود داره که وکلای من دارن روش کار میکنن. من راضی نیستم از اینکه گاهی وقتا اطلاعات و بیانیه‌های غلطی بیرون میاد، مثل چیزی که امروز صبح گفتن اونها. من میخوام که به طرفداران من احترام گذاشته بشه، چون اونها استحقاق احترام دارن. با استراماچونی یا بدون استراماچونی ما بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت، اما به طرفداران استقلال باید احترام گذاشت. سوال آخر رو ازتون میپرسم، بنابراین شما همچنان آماده هستید اگر مشکلات برطرف بشه بازگردید به تهران؟ بله، دیروز با وکلام انتظار داشتیم صحبت میکردیم راجع به اتفاقاتی که در طول هفته افتاد و صحبت هامون با مدیریت باشگاه. قرارداد آماده بود، ما آماده بودیم که پرواز کنیم، بعد یک دفعه با این بحث جدید چک اومدن بیرون که من انتظارش رو نداشتم. و متاسفانه انگار نمیدونن که در ایتالیا خیلی سخته برای یک شخص حقیقی که بره همچین راه پرداختی رو قبول کنه. بنابراین دوباره باید بگم بحث مقدار پول نیست. ما اشخاص حرفه‌ای در بالاترین سطح هستیم و باید در چارچوب قوانین عمل کنیم. اگر راهی پیدا بشه حتما بیشترین تلاش خودمون رو خواهیم کرد، اما متاسفانه تنها نمیتونیم بریم جلو، این به تنهایی نمیتونیم این کارو بکنیم و من هنوز منتظرم. ممنونم از شما آندرا استراماچونی، سرمربی استقلال از ایران. سازمان اورژانس ایران میگوید بعد از موج اخیر آلودگی هوا در تهران و چند استان دیگر نزدیک به 8000 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. این سازمان گفته که بیشتر مراجعه کنندگان بیماران قلبی و تنفسی بودند. همزمان پرویز حناچی شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته اگر آلودگی هوا ادامه پیدا کند باید به تعطیلی تمام شهر فکر کرد. بیشتر به نقل از آقای حناچی گفته شده بود که تهران باید تخلیه شود، ولی او این گفته را تکذیب کرد. در استان خوزستان سیل آمده، در اهواز آب گرفتگی و بالا آمده فاضلاب شهری زندگی بسیاری از ساکنان را مختل کرده. آب به خانه ها و بیمارستان ها سرازیر شده، جاده ها رو بسته و باعث قطعی برق شده. اداره ها و مدارس در چند شهر از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر تعطیل شدند. جزئیات بیشتر در گزارش باران عباسی. وضعیت اسفناک خیابان‌های اهواز، زیتون کارگری، می‌بینین حتی آشغال ها را آب داره میبره. اهواز پس از باران، 6 سانتی متر بارش در عرض چند ساعت شهر را به این روز انداخته. سیل باعث بالا زدن فاضلاب شده و جاده ها را مسدود کرده. بعضی از نقاط شهر برق ندارد، رفت آمد تقریبا غیر ممکن است. آب و فاضلاب به خانه ها هم سرایت کرده، مخصوصا در نقاط مرکزی اهواز. دلیلش نبودن راهی برای دفع آب های سطحی است، موضوعی که رئیس مدیریت بحران خوزستان هم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به آن اشاره می کند. به علت نبود زیرساخت های فاضلاب و وجود کانال های دفع آب های سطحی در این دو سه شهر ما که وضعیت توپوگرافیشون هم خاص است، مثل اهواز، آبادان و خرمشهر، شاهد آب گرفتگی در خیابان ها باشیم. ما تقریبا از حدود دو هفته پیش اخطارها و هشدارهامون رو بر اساس اخطارها و هشدارهای سازمان مدیریت بحران کشور و هواشناسی کشور و استان اعلام کردیم. ستاد مدیریت بحران شهرستان ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران رو به دستور آقای استاندار فعال کردیم و دستگاه ها و تجهیزاتشون هم پای کار اومد. اما از این سخنان پیدا نیست که در عمل چه اقدامی برای پیشگیری از این وضعیت صورت گرفته. مقام ها در این میان یکدیگر را متهم می کنند. شهردار اهواز می گوید مسئول این وضع اداره آب و فاضلاب است که شبکه فاضلاب را لایروبی نکرده.
اما سازمان آب و فاضلاب میگوید وظیفه شهرداری است که راهی برای دفع آب‌های سطحی پیدا کند. صندلی ریاست امام جمعه، حرفی که برای خیلی از ساکنان خوزستان دیگر دیر شده. آقایون شورای شهر، لعنت خدا بر شما. فعلا این آب آلوده به راهروهای بیمارستان رازی اهواز هم رسیده. در بیمارستان دیگری 4 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در پی قطعی برق جان خود را از دست دادند. وضع دیگر مناطق خوزستان هم بهتر نیست. مدارس و اداره‌ها به جز اهواز در آبادان، خرمشهر و کارون تعطیلند. و اینجا فرودگاه آبادان بعد از 13 سانتی متر باران. دیشب یک ساختمان دو طبقه در منطقه حسیرآباد اهواز در پی بارندگی فرو ریخت. خانه های اطراف هم سستند و ساکنانشان به یک مدرسه منتقل شدند. مسجدی که آماده شد، زن و بچه‌تون حالا یه جوری بفرستید همونجا که من آدرس میدم. مردمی که اندک داراییشان را هم از دست دادند. چادر هست. لباس گرم، حالا در استانی که نه آب سالم دارد و نه هوای سالم و نه راهی برای جاری شدن آب باران. سیلاب آمیخته با فاضلاب مصیبت جدید مردم خوزستان. باران عباسی، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به ساخت خبرهای مهم. یک نماینده مجلس در ایران میگوید نمایندگان از بی‌تفاوتی وزیر کشور در مورد برخورد خشونت‌آمیز با معترضان شگفت زده شدند. سیل و آب گرفتگی زندگی ساکنان استان خوزستان را در ایران مختل کرد. در ادامه برنامه. و گردشگر آلمانی از تجربه تلخ سفرش به ایران میگوید. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی کرد، خبر داده. به گفته این نهاد، عده‌ای از نیروهای امنیتی با صورت پوشیده به خانه خانم جعفری مهر رفتند و او را با خود بردند. همزمان رسانه‌های ایران از بازداشت عباس جلیلیان، نویسنده و پژوهشگر کرد در کرمانشاه، خبر دادند. هنوز دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد مشخص نیست. گزارش شده که در روزهای اخیر 3 فعال کرد دیگر به نام‌های سهراب مرادی، داریوش مرادی و احمد بساتی هم بازداشت شدند. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از برلین آلمان به ما پیوسته. آقای کرمانشاهی، چه جزئیات بیشتری داریم راجع به بازداشت‌های اخیر؟ در واقع موج بازداشت فعالان ادبی و فرهنگی در شهر اسلام آباد غرب استان کرمانشاه از روز شنبه 23 آذر با بازداشت سهراب مرادی، داریوش مرادی و احمد بساتی شروع شد و روز بعد آقای عباس جلیلیان، نویسنده کرد در شهر کرمانشاه بازداشت شدند و سوگفتین توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و این احتمال وجود داره که همگی اینها به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهر کرمانشاه منتقل شده باشند. اما مسئله ای که در مورد بازداشت این افراد مهم هستش، بازداشت به صورت ایجاد رعب و وحشت و همراه با ضرب و شتم، حداقل در مورد آقای عباس جلیلیان به شهادت همسایگان ایشون میگن که همراه با ضرب و شتم بوده، و در مورد خانم آنیسا جعفری مهر یک تعداد افراد بسیار زیادی، 15 نفر از نیروهای امنیتی با صورت‌های پوشیده ایشون رو در منزل خانوادگیشون بازداشت کردن و تمام وسایل شخصی این افراد، همه این 5 نفر از جمله گوشی‌های موبایل، لپ‌تاپ، یک سری از کتاب‌ها، نوشته‌ها همراه با بازداشت ضبط شده. و اصولاً آیا اعلام جرمی هم شده؟ گفته شده که اونها به چه جرمی دارن بازداشت میشن؟ هنوز هیچ اتهام مشخصی متوجه این افراد نیست مشخصاً، اما در مورد خانم آنیسا جعفری مهر امروز گفته شده که اقدام علیه امنیت ملی، و در مورد اون 3 نفر اول آقایان مرادی و بساتی هم گفته شده به صورت شفاهی که
مربوط به تجمعات اعتراضی هست که در شهر اسلام آباد غرب یا شاباد در مورد حمله ترکیه به شمال سوریه و رژاوا انجام گرفته، ولی این اتهام ها در به صورت شفاهی اعلام شده، هیچ مصداق مشخصی براش به صورت کتبی ارائه نشده در زمان بازداشت. ممنونم از شما کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر با ما. در ایران زهره صیادی، فعال حقوق کودکان، بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم صیادی در تماس با خانواده‌اش گفته در زندان اوین است. خانواده خانم صیادی گفتند که اتهام‌های او هنوز مشخص یا اعلام نشده. زهره صیادی در زمینه حمایت از کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کرد. در انفجار یک مین ضد خودرو در ولایت خست در جنوب شرق افغانستان 10 غیرنظامی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته افراد کشته شده شامل 5 مرد، 2 زن و 3 کودک هستند. در شهر مزار شریف در شمال افغانستان هم انفجار یک بمب کارگزاری شده در یک دوچرخه 12 غیرنظامی و 5 پلیس را زخمی کرد. مسئولیت این انفجارها را هنوز فرد یا گروهی بر عهده نگرفته. مقام های ولایت بلخ در شمال افغانستان تایید کردند که نظام الدین قیصاری، فرمانده محلی تحت تعقیب پلیس، از این ولایت به ولایت جوزجان فرار کرده. اجمل فایز، فرمانده پلیس بلخ، گفته او در جریان درگیری با نیروهای امنیتی با کمکی که از بیرون دریافت کرد موفق به فرار شد. خانه آقای قیصاری 2 شبانه روز در محاصره نیروهای امنیتی بود. نظام الدین قیصاری به زورگویی و داشتن افراد مسلح غیرقانونی متهم است. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت کودکان در افغانستان این کشور را مرگبارترین منطقه جنگی جهان برای کودکان خوانده. در گزارش آمده که روزانه 9 کودک در این کشور قربانی جنگ می‌شوند، افزایشی 11% نسبت به پارسال. دولت افغانستان علت این افزایش تلفات را حمله‌های طالبان می‌داند، اما طالبان همواره اتهام آسیب رساندن به غیر نظامیان را رد کرده. نسرین نوا گزارش می‌دهد. کودکان افغان که نام دیگرشان کودکان جنگ شده، فقیر، آواره و محروم. کمک به آنها در صدر برنامه نهادهای امداد رسان. یونیسف نگران وضعیت کودکان افغان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از طرفهای درگیر خواستار محافظت از کودکان در جنگ شده. This is unacceptable. این غیر قابل قبول است و نباید به روال تبدیل شود. هرگز در هیچ منطقه جنگی و هیچ کشور در این حد تلفات نبوده. در 3 ماه اول امسال 631 کودک کشته و 1830 کودک دیگر زخمی شده. آمار تلفات کودکان از سال 2018 تا حالا 11% افزایش داشته. این آمار تکان دهنده است. تنها در 9 ماه اول امسال روزانه دست کم 9 کودک قربانی شده. افزایش چشمگیر در مقایسه با سال گذشته. آمار یونیسف نشان می‌دهد که در 9 ماه گذشته بیش از 20,000 کودک افغان قربانی جنگ شده. 6,500 کشته و 15,000 زخمی. درد کودکان افغان تنها جنگ نیست. فقر بلای دیگر. نظر به گزارش تازه یونیسف، در افغانستان 3.8 میلیون کودک نیازمند کمک‌های بشری هستند. بیش از 600,000 مبتلا به سوء تغذیه. 30% هم زیر بار کار شاقه. نسل جوان افغان زاده و بزرگ شده یه جنگ است. سایه جنگ هنوز از سرشان دور نشده. چشم به راه آمدن صلح هند، انتظاری که چند نسل را در افغانستان پیر کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان را به اعدام محکوم کرده. جرم آقای مشرف تعلیق قانون اساسی پاکستان و اعلام وضعیت ویژه در این کشور در سال 2007 است. پرویز مشرف در حال حاضر خارج از پاکستان زندگی می کند. پارلمان سوریه قرارداد اکتشاف نفت با 2 شرکت روسی را تایید کرد.
این قراردادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از سالها جنگ داخلی بسته شده. وزیر نفت سوریه گفته این قراردادها بخشی از سیاست دولت برای دادن فرصت سرمایه‌گذاری به کشورهایی است که در جریان جنگ داخلی در کنار حکومت بشار اسد ایستادند. حوزه‌ی اصلی نفت سوریه سالهاست که در کنترل شبه نظامیان کرد مخالف دولت است. نخست وزیر پاکستان هشدار داده که سیاست‌های جدید مهاجرتی هند ممکن است به درگیری بین این دو قدرت هسته‌ای جنوب آسیا منجر شود. بر اساس یک قانون جدید، مهاجرانی که از کشورهای همسایه به هند می‌آیند به شرط آنکه مسلمان نباشند می‌توانند تابعیت این کشور را دریافت کنند. عمران خان گفته این قانون در کنار لغو خودمختاری کشمیر میلیون‌ها مسلمان را از هند فراری می‌دهد. در همین حال نارندرا مودی نخست وزیر هند از قانون جدید دفاع کرده. تصویب این قانون موجب خشم و اعتراض مسلمانان هند شده. در لبنان نیروهای امنیتی با هواداران دو گروه شیعه مذهب حزب الله و امل درگیر شدند. صدها هوادار این دو حزب سوار بر موتورسیکلت در اعتراض به پخش ویدئویی که گفته شده در آن به شخصیت‌های مذهبی شیعه توهین شده به خیابان‌های بیروت آمده بودند. معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و مواد آتش‌سا پرتاب کردند. گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن 10 نفر در درگیری‌های دیروز و دیشب در لبنان است. کمی قبل از آنکه شهرهای ایران دستخوش اعتراض‌های گسترده شوند، یک دوچرخه سوار آلمانی به ایران سفر کرده بود و دزدهای پول و وسایل او را برده بودند. این اولین باری نیست که چنین اتفاقی برای یک گردشگر می‌افتد. این بار اما ماجرا حول یک مرد 60 ساله دور می‌زند و که در ایالت بایرن آلمان چهره شناخته شده است و پس از بازگشت به آلمان سخنرانی‌های متعددی درباره ایران می‌گذارد با عنوان پاپ از پاپ تا آیت الله‌ها. او درباره سفرش به ایران چه میگوید؟ از مردم ایران چگونه یاد میکنند؟ و چرا چنین عنوانی رو برای سفرش انتخاب کرده؟ مریم انصاری به سراغ او رفت. مونیخ، شهری ثروتمند، تاریخی و توریستی. ظرف چند ماه اخیر دو گردشگر از اینجا به ایران سفر کردند و تجربه تلخ آنها در آلمان رسانه ای شد. پیتر هارنیش اوایل شهریور امسال سوار بر دوچرخه شد تا بیش از 5000 کیلومتر از مونیخ تا تهران رکاب بزند. او قبل از سفر به یک روزنامه محلی گفته بود از مهمان نوازی بی‌نظیر ایرانی‌ها زیاد شنیده. پس از 6 هفته و عبور از ارتفاعات نفسگیر در 20 کیلومتری تهران خودروی جلوی او را می‌گیرد. نزدیک ظهر بود و خیلی گرم، برای همین بلوز تابستونی تنم بود. یه ماشین که رانندش داد بیزد پلیس نگهدار، با سماجت من رو متوقف کرد. دو نفر تو ماشین بودن که با خشونت از من پرسیدن چرا بلوزم اینجوریه و گفتن اینجا ایرانه و شما باید مقررات اسلامی رو رعایت کنید. گفتن اصلا تو ایران چه کار میکنی؟ حتما مواد مخدر همراهته، باید وسایلت رو کنترل کنی. اونا کیفم رو گرفتن، همه پولم رو که بیشتر از 1300 یورو بود با تمام کارت‌های بانکی و شناسایی و دوربینم برداشتن و بدون اینکه از ماشین پیاده بشن کیف رو از پنجره انداختن سمتم. تازه اون موقع بود که فهمیدم اینا دزد بودن. پلیس تهران خیلی سریع تصاویری را که دوربین‌های مداربسته از پیتر هارنیش روی دوچرخه‌اش و خودروی دزدان داشتند برای او فرستاد. عکس‌هایی که او می‌گوید با آنها می‌توان به سادگی دزدها و پلاک خودرو را شناسایی کرد. ماجرای سفر شما در روزنامه سراسری و پرخواننده زوددویچه و در روزنامه محلی اینجا منعکس شد. فکر میکنین اگر این اتفاق در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یک کشور اروپایی برای شما افتاده بود، بازم اینطور در رسانه‌های آلمان انعکاس پیدا میکرد؟ نه، چون اینجور بزهکاری‌ها همه جا اتفاق میفته. ولی فرقش اینه که ایران یه حکومت مذهبی و دیکتاتور به حساب میاد و اینجور حکومت‌ها همیشه میخوان نشون بدن کشورشون به شدت امنه و اینکه ظرف چند ماه دوبار خبر دزدی یا حمله به یک گردشگر رسانه‌ای میشه، این تصور رو ایجاد میکنه که ایران حداقل برای سفر تنهایی کشور امنی نیست. در ضمن ایران به خاطر تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها هم زیر ذره بینه و این متاسفانه در قبال مردم ایران که واقعا مهمان نوازن و خیلی به من کمک کردن اصلا عادلانه نیست، ولی این فضا متاسفانه فعلا وجود داره. I'm fine, thank you. می‌خواهم از تجربه یک گردشگر دیگر بدانم که 6 سال پیش در مسیر سفرش به هند 2 ماه را در ایران گذرانده.
ماتیاس بارت درباره فضای آن زمان و امروز میگوید. من خیلی نقاط ایران رو دیدم، از روستاهای دور افتاده تا شهرهای بزرگ، ولی زیباترین چیزی که در ایران دیدم مهمان نوازی مردم بود. اونا بدون اینکه من رو بشناسن به خونهشون دعوتم میکردن. من در هر حال طرفدار پرپاقرص ایرانیام، ولی متاسفانه در حال حاضر در میان اطرافیان من رغبتی به سفر به ایران دیده نمیشه. یکی به خاطر انتشار اخبار محدودیت‌هایی که برای زنها وجود داره، یکی هم به خاطر تنش‌ها با ایران. در حال ایران میتوانست مقصد جذابی برای گردشگران باشد و گردشگری منبع درآمد مهمی برای مردم، اگر این کشور درگیر تنش‌های سیاسی نبود و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده بود. پتر هارنیش یک سلسله سخنرانی درباره سفرش به ایران گذاشته. شروع سفر او از ایالت بایرن، زادگاه پاپ بندیکت 16 بود و پایانش در ایران. برای همین هم عنوان سخنرانی‌های من درباره